خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. متاسفانه باز هم دزدی، این بار گروهی از خونه‌های مردم. دیگه حتما همه موضوع رو میدونن. پلیس گفته 6 تا ایرانی که یکیشون هم خانوم بوده رو به جرم دزدی از خونه‌های مردم توی سزار دستگیر کرده. میگن تقریبا به 50 تا خونه دست برد زدن. پلیس گفته وسایل این خونه ها رو باز میکردن و به یه خونه دیگه میفروختن. پولش رو هم بین خودشون تقسیم میکردن. پلیس درخواست بازداشت 7 روزه برای ادامه تحقیقات داده. آقای تاتار از نیویورک برگشت به قبرس شمالی با تکرار همون شعار همیشگی که ما خواهان راه حل دو دولت مستقل در جزیره هستیم. خیلی ها امید داشتند این بار آقای تاتار انعطافی از خودش نشون بده. حتی امروز توی یکی از مقالات نوشته بود که اگه قرار بود همون حرفای قدیم تکرار بشه، چرا از پول ملت این همه هزینه شد و ایشون رفت امریکا. این روزا که ادارات تو قبرس شمالی تعطیل هستن، اصولاً خبرای زیادی هم وجود نداره، چون بیشتر اخبار مربوط به خود دولت هست. اما هنوز که هنوزه، بعد از گذشت 3 روز از اعلام نرخ گوشت بره که باید 550 لیر باشه، حرف و حدیث زیاده. قصابی ها یا اصلا گوشت بره نمی فروشن، یا یه قبض جداگانه بهت میدن بابت هزینه های جانبی که تقریبا برای هر کیلو 100 لیر میشه. اینم فرمول جدید دور زدن قانون. جالبه که گوشت تو قبرس جنوبی تقریبا 10 یوروه. خشونت های فیزیکی و کلامی پس از دوران همگیری در مدارس افزایش پیدا کرده. کارشناس ها میگن خانواده ها و معلمان با نظارت دقیق بر کودکان میتونن رفتارهای قلدری رو در مراحل اولیه تشخیص بدن تا جلوگیری کنن از آسیب‌های دائمی. اتاق مهندسان صنایع غذایی نسبت به شکلات تقلبی هشدار داده. در بیانیه این اتاق اومده که افزایش قیمت کاکائو و افزایش تقاضا در تعطیلات نگرانی از شکلات‌های تقلبی رو در بازار افزایش داده. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 13 تا 23 درجه، نیکوزیا 10 تا 26، گیرنه 13 تا 23، لفکه 14 تا 22، پافوس 14 تا 24، لیماسول 12 تا 25، لارناکا 14 تا 24 و کارپاس 12 تا 20 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که جهت حرکت شما خیلی مهمتر از سرعت حرکتتونه. خیلی ها با سرعت زیاد به سمت هیچ حرکت میکنن. روحیا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.